الکسی سیاست سیاستمدار مخالف روسیه در حال حاضر در بخش آجر یک شفاخانه در سربیا در کما به سر میبرد و گفته یه سخنگوی وی وضعیت نوانلی پس از احتمال مسمومیت وی توسط زهر در جریان پرواز مریض شد نوانلی گفت که حالش بد است و از من دستمال خواست چون عرق کرده بود وی از من خواست تا با او صحبت کنم میخواست روی شنیدن صدا تمرکز کند. من تا زمانی که برایش آب آوردند با او صحبت کردم. از او پرسیدم آیا آب حالش را بهتر می سازد؟ او گفت نه و بلا فاصله به تشناب رفت و آنجا بهوش شد. یارمش در تویتر نوشت دشمن 44 ساله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هنگام بازگشت به با مسکو از تومسک شهری در سربیا مریض شد و اضافه کرد این تیاره به خاطر مسمومیت ناوانلی در شهر اومسک سربیا فرود اضطراری کرد معاون شفاخانه امسک که نوانلی در آن بستر است امروز به خبرنگاران گفت که نوانلی در وضعیت جدی ولی با ثبات قرار دارد و اضافه کرد که دکتران در حال بررسی تشخیص های مختلف در قبال وضعیت او به شمول مسمومیت هستند ولی جزئیات بیشتر ارائه نکرد وای در قهوه خانه میدان هوایی فقط چای سیاه نوشید. ما گمان میکنیم که با وای زهر داده شده و آن هم از طریق همان چای صورت گرفته است. این مسئله با کارزار انتخاباتی مرتبط است. من نمیدانم دانم چگونه تصامیم اتخاذ می شود. اما واضح است. زمانی که اوضاع خطرناک است، مقامات با مفکوره های خود پیش می روند. زمانی که می خواهند نوالنی را خونسان نگاه کنند. لیزابت نوانلی در خارج از شفاخانه در امسک محلی که وی تحت درمان قرار دارد گرده هم آمدند. سال گذشته نیز نوانلی نیز از زندان به شفاخانه منتقل شد و در آنجا اعضای تیم وی احتمال مسموم شدنش را مطرح کردند اما دکتران گفتند که وی یک حمله آلرژیک شدید داشته و روز بعد او را دوباره به زندان فرستادند. بنیاد مبارزه با فساد مربوط به نواندی موضوعات فساد را در میان مقامات حکومت با شمول مقامات بلندپایه افشا می سازد. ماه گذشته وی مجبور شد این بنیاد را پس از اقامه دعوای گران قیمت توسط یوگی پرگژین تاجر روسی که رابطه نزدیک با کرملین دارد مسدود کند. سهر عظیمی تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن